عکسی منتشر شده که نشون میده مردم صف وایسادن نهال بگیرن. آخه الان وقت نهال گرفتنه؟ فعلا به فکر جون مردم باش، بعدش میگیم فعال محیط زیست بود. مطمئنن اگه یه جو هم کرونا رو رایگان بدن، بازم یه سری وای میسن تو صف بگیرنش. این کرونا همی چی اومد؟ اون هیچی، این شب سنگره چی کارش کنی؟ دیگه اونا که نمیشه دستمونه بشوریم که، اون میشوره دم میبره دمون. یه دهی هم چون جاده ها بسته شده، پول میدن از راه های جنگلی ببرنشون شمال. کرونا نکنه مثل احمدی نژاد شما هم اعتقاد دارین کار آمریکاست. بابا ترامپ خودش مشکوک به کرونا، حاضرم نمیشه تست بده. شاید هم هنوز فکر میکنید کرونا شبیه یه سرماخوردگی ساده است. یه ذره دندون رو جگر بذار، نمیمیری که قربونت برم. اینجوری هم خودتو هم دیگران رو داری به خطر میندازی. بعد لابد هم میخوای بری بشینی تو اون ویلاه شب تخمه بشکنید، درباره عدم کارایی مسئولان هم با هم دیگه صحبت بکنید. حالا قراره پوست اردک درست کنن بپوشن، یه جوری خودشون از راههای مخوف دریایی به شمال برسونن. البته اونجا هم مردم گفتن پلاک غیر بومی ببینن حمله میکنن. اما در جریانید که همشهریاتون ماشیناشون رو گذاشتن واسه اجاره و فروش با پلاک بومی؟ به لطف آقای خواننده، کلمه شات پرسش ترین بوده. به نظرتون کیا سرچ میکنن شات چیه؟ اسکرین شات نه، شات الکل صنعتی. چالش رقصم که جواب نداد. فعلا به پیشنهادهای خانم بولوکا عمل کنیم. با هم دیگه بیایم چالش سفر نریم رو اندازه بکنیم. سفر نریم. خونه بشینیم، کتاب بخونیم، فیلم ببینیم، ورزش کنیم، با خانواده معاشرت کنیم، آشپزی کنیم. برای سرگرمی خیلی چیزا وجود داره. سفر نریم. طرفدارای رامبد جوان پرسیده بودن که چرا اینقدر تغییر کردی و پیر شدی؟ رامبد جوانم جواب داده: من داشتم یه فیلم بازی می‌کردم. ما بازیگرا بعضی وقتا فیلم بازی می‌کنیم و بعضی وقتا سر شکلمون مناسب برای اون فیلمه. 5 روز مونده بود این فیلم تموم بشه و به خاطر موضوعات سلامتی و کرونا و انتقال و نگرفتن و اینها تعطیل کردیم و برای همین الان من این شکلی هم. برزو ارجمند درباره انتشار بخشی از گفتگوی اون با مجری شبکه مناتو گفته این صحبت ها متعلق به ادمین صفحه اینستاگرامش و اون مقصره که بهش اعتماد داشته.